عبرانیان فصل چهارم. پس چون این وعده ورود به آرامی هنوز باقی است، ما باید بسیار متوجه باشیم مبادا کسی در میان شما پیدا شود که این فرصت را از دست داده باشد، زیرا در واقع ما نیز مثل آنان مژده را شنیده ایم، اما این پیام برای آنان فایده نداشت، زیرا وقتی آن را شنیدند با ایمان به آن گوش ندادند. ما چون ایمان داریم با آرامی او دست می‌یابیم، گرچه کار خدا در موقع آفرینش دنیا پایان یافت و فرموده است: در خشم خود سوگند یاد کردم که آنها هرگز به آرامی من داخل نخواهند شد. زیرا در جای درباره روز هفتم چنین نوشته شده است: خدا در روز هفتم از کار خود آرامی گرفت. با وجود این، خدا در آیه فوق می فرماید: هرگز به آرامی من نخواهند رسید. پس چون هنوز عده فرصت دارند و آن داخل شوند، و همچنین چون آنانی که اول بشارت را شنیدند از روی نافرمانی و بی ایمانی به آن داخل نشدند، خدا روز دیگری یعنی امروز را تعیین می کند، زیرا پس از سالیان دراز به وسیله داوود سخن گفته و با کلماتی که پیش از این نقل شد می فرماید: امروز اگر صدای او را بشنوید بغاوت نکنید. اگر یوشع به آنان آرامی می‌بخشید، بعدها خدا درباره روزی دیگری چنین سخن نمی‌گفت. بنابراین استراحت دیگری مثل استراحت روز سبت در انتظار قوم خداست، زیرا هر کس به آرامی خدا داخل شود مثل خود خدا از کار خیش دست کشید. پس سخت بکوشیم تا با آرامی او برسیم، مبادا کسی از ما گرفتار همان نافرمانی و بی ایمانی که قبلا نمونه از آن را ذکر کردیم بشود، زیرا کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دودم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می کند و نیات و اغراض دل انسان را آشکار می سازد. در آفرینش چیزی نیست که از خدا پوشیده بماند، همه چیز در برابر چشمان او برهنه و روباز است و همه ما باید حساب خود را به او پس بدهیم. پس چون ما کائن به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین رفته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف ایمان خود را محکم نگه داریم، زیرا کائن اعظم ما کسی نیست که از همدردی با ضعف‌های ما بیخبر باشد، بلکه کسی است که درست مانند ما در هر چیز وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته در وقت احتیاج از او فیض یابیم.